الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمد بن عبد الله، سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد، هر که رمز مصطفی فهمیده است، هر که رمز مصطفی فهمیده است، شرک را در خوف مزمر دیده است، خالی ز رنگ بدعت و عاری ز زنگ شرک، خالی ز رنگ بدعت و عاری ز زنگ شرک، آینه ضمیر مصفای مصطفی دیده است. به خدمت تمام دوستان، عزیزان، بزرگواران، خواهر و برادر، پیر و جوان، بیننده ها و شنونده های نهایت عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم که در هر سرزمینی زندگی بسر میبرید، خوش و خوشحال و جامعه صحت و سلامتی و تندرستی را در تن داشته باشید. در نخست سپاس و ستایش خداوند یکتا و به همتا دانا و توانا را هست که بار دیگر بنده را توفیق عطا نمود تا که سیرت حبیبش و زندگی رسولش را برای شما مسلمانان متدین و اهل اسلام و محبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کنم. این سومین نشست از سلسله نشست های درس های سیرت النبی صلوات ربی و سلامه علیه می باشد که برای شما عزیزان و بزرگواران تقدیم می گردد. سروران عزیز و بزرگوار، موضوع نشست امروزی البته همان موضوع نشست قبلی خواهد بود، یعنی موضوع نشست قبلی این بود که عرب ها قبل از اسلام. همون موضوع را در این نشست امروزی به اتمام میرسانیم و موضوع بحث و مطرح بحث خواهد قرار دادیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه اون موضوع را دنبال کنیم، جایی دارد که به دو نکته بسیار مهم اشاره کنم که در روند سیرت و در بابت سیرت و در مطالعه سیرت خیلی ها مفید و سودمند است. از اول قرن هجری و یا از صدر اسلام تا به این روز هزاران کتاب درباره سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تصنیف و تألیف شده. علما و واعظین و دعات اسلام، اینها هم مؤتمرات و محاضرات و مجالس سیرت برگزار می کنند و مسابقات سیرت هم برگزار می شود. ولی یک چیزی که در اینجا ضعف دیده می شود اون این است که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به حیثیت تاریخ برای مردم بیان می شود. اگر عالمی که سیرت را بیان می کند، باید اون را به حیثیت تاریخ بیان نکند، و یا عالمی که درباره سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب می نویسد، باید اون را شکل تاریخی ندهد، و یا طالبی که و محصلی که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه می کند، به حیثیت تاریخ و معلومات یا که به زبان انگلیسی knowledge and history او را مطالعه نکند، چون که اون فایده ای ندارد. بلکه جایی دارد که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به حیثیت عمل مطالعه شود. اگر یک نکته از این درس یا که از کتابهای سیرت یا از هر عالم و داعی دین درباره سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شما زمانی شنیدید و فهمیدید، آن را در جامعه عمل بیاورید و آن را در عمل 24 ساعته زندگی خود پیاده کنید. و نکته دوم این است دوستان عزیز بزرگوار که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین مرحله دارد، اما آن مرحله مقصودی،
آن مرحله ای که ما مورد اتباع آن قرار می گیریم که الله متعال اونجا ما را امر کرده است که اطاعت رسول را کنید و اون را اسوه حسنه برای ما قرار داده است، اون همون مرحله بعد از بعثتشان به مرتبه والا و بالای پیامبری هست. همون زندگی بعد از پیامبریشان برای من و شما مورد اتباع و مورد خطاب اتباع قرار می گیرد. اینجا سوال شاید در ذهن بعضی دوستا واقع شود که پس چرا شما مرحله اول یعنی طفولیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را و مردمان جاهلیت زمان جاهلیت را یا قبل از این را چرا شما بیان میکنید؟ جواب این است که ما برای این مرتبه اول را و یا زمان جاهلیت را و دیگر چیزها را برای این بیان میکنیم که تا که این یک عون و یک مددگار و مفید و مثبت قرار بگیرد برای اون مرحله بعدی، که شاید در ذهن بعضی دوستا این اشکال وارد شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه مبرتبه نبوت و رسالت اونها مبعوث شوند در چی دینی بودند و یا پدر و مادر ایشان در چی دین بودند؟ مردمان مکه، مردمان حجاز، مردمان جزیره العرب در چی دین و در چی مذهبی بودند؟ پس ناگزیر است که ما مرحله اولی سیرت را ما برای شما بیان کنیم تا که برای شما یک معلومات بیشتر درباره عرب و درباره مذهب اونا و درباره ملت اونها و درباره قوم اونها شما داشته باشین. سروران عزیز، ما موضوع قبلی را تا اینجا رسانیده بودیم که اولین شخصی که اساس و بنیاد شرک را در میان ملت‌های عرب، در جامعه عرب، در جزیره العرب بنیاد گذاری کرد، شخصی به نام عمرو بن لحی الخزاعی بود. این شخص بزرگ و سردار قبیله خزاعه بود و این قبیله بنو خزاعه اون قبیله است که بعد از قبیله جرهم اینا حاکمیت مردم مکه را و صلاحیت های مکه را و حکومت و بادشاهت مکه در دست اینها آمده بود و همین عمرو بن لحی سردار دینی و سیاسی مردم مکه بود. شرک را چگونه این به این سرزمین آورد و چی طور مؤسس و ایجادگذاری شرک را در این سرزمین کرد؟ مورخین و سیرت نگاران میگویند که عرب ها سفرهای زمستانی و تابستانی به طرف ملک شام و یمن داشتند که الله متعال هم این سفر اینها را در قرآن مجید به طور نعمت یادآوری می کند که می فرماید در سوره قریش لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. همین رحلت شتاء و صیف، رحلت و سفرهای اینا در فصل زمستان و تابستان سبب این شد که اینها اونجا می رفتن و تجارت می کردن و روابطشان بیشتر می شد همراه اونها و هم آهنگی در مابین اونها پیدا می کردن. یک روزی این عمرو بن لحی هم به سفری داشت به سوی سرزمین شام. زمانی که اونجا می رود مردمان شام را میبیند که اونها بت میپرستند و به بتها تعظیم میکنند، سجده میکنند، تکریم میکنند، چون که این شخص انتهایی احمق، انتهایی جاهل و نادان بود. به جای این که اونها را رد کند، اونها را نقد کند، کمی دقت کند، کمی فکر کند، اونها را تایید کرد، اونها را شاباش داد و از حزینه و از پول شخصی خود از اونها یک بوتی را خرید که به نام حبل نام داشت و این بوت از عقیق سرخ ساخته شده بود و یک دست آن هم شکسته بود که بعدا این اون دستش را از طلا ساخت. این بوت را آورد و در بیت الله الحرم این را آویزان کرد و مردمان مکه را فران خواند که شما بیایید این را عبادت کنید. مردمان مکه چون که سردارشان بود
این شخص سردار مردمان مکه بود، به آواز این لبی گفتن و به عبادت این بت پرداختن، توحید اله را و ملت ابراهیمی را ترک کردن. اینجا بود که مردمان جزیره العرب و مردمان حجاز نشین از این مردمان مکه تأثیر گذار شدن و در مسیر اینها رفتن و از اینها الگو برداری کردن. اونها هم در شرک و در گمراهی و در بدبختی غرق شدن. یک مقوله عربی است که میگوین الناس على دین ملوکهم، مردم ها در دین بادشاهشان است. یعنی به این معنا که اگر رئیس جمهور، اگر رهبر، اگر پیشوا انسان خوبی باشد، پس ما تحتان او و کسانی که رعایای اونها است، اونها هم انسانهای خوب می شود. و اگر پیشوا و رهبر و قائد و رئیس جمهور انسانی بدی باشد، پس بدانید که رعیت اون هم به سوی بدی می کشد. در این قصه باید یک درس مهمی را باید ما بگیریم. اون این است که رهبران دینی ما و پیشوایان دینی ما باید مردمان با عقل و با شعور و از احکام الهی و از امور دین و از فراز و نشیب احکامات الهی کاملا باخبر باشند. متاسفانه که در جامعه ما امروز اشخاصی وجود دارد که ملانماها، پیر و مرشد نماها، اشخاص دانشمند خود را می دانند ولی در حقیقت جاهل به هر معنا هستند. عقیده مردم را دارند خراب می کنند و مردم ها را به سوی بدعت و حتی به سوی شرک می کشانند. و برای من و شما هم ضروری است که کسی را پیشوای خود قرار بدهیم، کسی را مورد اطاعت خود و از آن گپ اون را قبول کنیم و از اون فتوا و سؤال کنیم که بر یک منهج صحیح، بر یک عقیده درست، که بر یک بینش و یک علم باشد. همین بود که مردمان مکه هیچ بر این شخص اعتنا کردن و پیروی از این کردن، اینها را از توحید الله به شرک کشاند. ولی با وجود این که مردمان مکه و سرزمین مکه نشین و جزیره العرب در شرک غرق شده بودند، با وجود این هم اونجا اونها عقیده ربوبیت هم در اونا وجود داشت. یعنی به این معنا که اونها عقیده ربوبیت را در خود داشتند و بعضی از شعائر ابراهیمی که مانند حج کردن بود، احترام بیت الله بود، اونها طواف کردن بود، اگرچه به معنای درستش اینها نبود، بلکه اونها به محور عقل خود و در این چیزا رسومات و رواجهای خود را داخل کرده بودند که طواف بیت الله را اونها برهنه می کردن و دیگر چیزها. توحید، ما سه نوع توحید داریم. یکی توحید الوهیت است و دوم توحید ربوبیت است و سوم هم توحید اسماء و صفات است. اینها فقط توحید ربوبیت داشتند، ولی توحید الوهیت و اسماء و صفات را از دست داده بودند. الله متعال در قرآن مجید توحید ربوبیت اونها را یادآوری می کند. در سوره عنکبوت آیه 61 و آیه 63 و آیه 65 می فرماید: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از ایشان سوال شود که کی خلق نموده آسمان و زمین را و کی موتی و فرمان بردان گردانیده آفتاب و مهتاب را، اونها می گفتن که الله. پس به ایشان بگوی که شما چرا روگردانی می کنین؟ و در آیه 63 هم الله متعال می فرماید: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون.
اگر از ایشان سوال شود که کی آب و بارش را از آسمان می ریزاند و به ذریعه آن زمین مرده را زنده می کند، به تعبیر قرآن زمین مرده چی رقم؟ چطور؟ یعنی زمین در زد فصل زمستان، چون که گیاه و کشتزار در اون نمی باشد، اون به حیثیت مرده را دارد، ولی زمان بهار و فصل تابستان می شود، اون گیاه و زراعت و کاشتکار در اون می شود، اون هیئت زنده را به خود بار می آورد. اونها بیگمان می گفتند که الله کرده این کارا را، پس بگویید که حمد و ثنا و ستایش از آن خدا است، بلکه اکثر اینها نمی داند. و همچنین در آیه 65 سوره عنکبوت الله متعال می فرماید و یادآوری از عقیده توحید ربوبیت اینها می کند. و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم مشرکون. زمانی که اینها در کشتی سوار می شوند، سفری بحری می داشته باشند، بر یگان مصیبت اینها مبتلا شوند، اونها الله متعال را بسیار به عاجزی و مخلصانه بر او را عبادت می کنند، از او را می خوانند، از او دعا می کنند. زمانی که اونها را الله متعال نجات می دهد و به خشکی می رسند، ناگهان به الله شرک می ورزند. و همچنین در آیه 25 سوره لقمان و در 38 سوره زمر هم الله متعال از اونها یادآوری میکند که اونها عقیده ربوبیت داشتند. و در این زمان هم کسانی بودند که در شرک واقع نشده بودند. عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت چی بود؟ این یک سخن مسلم هست، تمام علما مورخین در این اجماع کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه در شرک واقع نشده بودند. و آن احکامات و آن شعائری که از ملت ابراهیمی در مردم مکه باقی مانده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون اشتراک میکردند. و در آن رسوماتی که مردمان مکه در آن بدبختی ها و گمراهی هایی که مردمان مکه آغشته بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت نمی کردند، ولی بعد در دل خود هم نفرت هم داشتند. مسئله دیگر این است که آیا ابوین رسول الله صلی الله علیه و سلم و جد پدریشان که عبدالمطلب است، آیا اینها به شرک واقع شده بودند یا نه؟ مورخین اثبات میکنند که اینها در شرک واقع شده بودند، ولی علما در ابوین رسول الله صلی الله علیه و سلم خاصتا اختلاف دارند. اختلاف نظر هم هست، اختلاف رأی هم هست. ان شاء الله که در نشست بعدی اون را بیان خواهیم کرد. اکتفی بهذا القول، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.